این هفته خبر تو خبر خبر داره براتون از چهارشنبه سوری آتشینی که در راهه و از همین حالا صدای ترقه ها و شعارهاش آخونده رو به هول و بلا انداخته. با آمادگی که از ماهای گذشته همکاران بنده هم در مرز هم در داخل شهرها داشتن، هم مراقبت هایی که صورت گرفته، کشفیات قابل ملاحظه ای رو ما در این خصوص داشتیم و انواع مواد محترقه به نسبت سال گذشته بیش از 30% کشفیات ما افزایش پیدا کرده که تصور بنده این هست که در این چند روز باقی مانده هم مقدار زیادی رو از این محموله ها رو شناسایی کردیم. البته روشنه که چهارشنبه سوری بعد از قیام دیما برای عظما و نوچه هاش یه کابوس وحشتناکه. البته این ترس رو در اقصا نقاط نظام میشه دید. یه نمونش این اژه‌ای گوشخاره که ببینید چطوری میخواد جرم و جنایت‌های نظام تو زندان‌ها رو رفع و رجوع کنه. اولا هر خودکشی سببش این نیست که چون تو زندان بهش سخت میگذره. خیلی وقتا افراد تشکیلاتی و افرادی که جرم سنگینی دارن و اگر احساس میکنه لو میره، تشکیلاتش لو میره، اعضای دیگه لو میرند، خودش مثلا به مشکلات برمیخوره، به خاطر که اطلاعاتش لو نره و کشف نشه خودکشی میکنه. به خاطر سختی به هیچ وجه نیستش. البته علت ترس این آخوند گوشخار کاملا قابل فهمه. این دراکولای نظام از سال 70 میدونسته که نظام موندنی نیست. بفرمایید اینم سندش. همین آقای جی کسی که سال 70 میگفت نظام ماندنی نیست به خود من گفت در وزارت اطلاعات موقعی که جانشین دادستانی تهران بود در وزارت، گفت نظام موندنی نیست، مراقب باشی چیزهایی ننویسید پردا حکومت عوض شه بیان اینجا بخونن برای ما دردسر شه. حالا آقای جی بر از من شکایت. خلاصه این که به قدری وضعیت نظام قمر در عقربه که حتی از دست مالکش ها کاری بر نمیاد. یعنی تا میان یه جای نظام رو درست کنن یکی دیگه شو میاد پتر رو میریزه رو آب. حالا بشنوید از شیخ بری که همچنان با دل واپس ها درگیره و هر بار یه فیلی هوا میکنه. در سال 92 اگر ما میگفتیم 95 تورم ما تک رقمی هست، حالا خود شماها که مسئول اقتصادی هستید و مسئول امور بانکی هستید و پولی کشور هستید، شاید برای بعضیتون سخت بود باور کنید که ما به تورم تک رقمی میرسیم. خب این یک دستاورد بزرگه، این دستاورد باید حفظ کنیم. من بیخبر نیستم از افرادی که تلاش میکنن این دستاورد صدمه ببینه. حالا البته رو کم عقلی معمولا اونایی که با دولت مخالفت میکنن، من وقتی حساب میکنم بیشترش بر مبنای کمبود عقله. این شیخ فری برای اینکه توپ اعتدالیش رو بندازه تو سوراخ برجام هی داره اینور اونور میکنه، اما نمیشه که نمیشه. در مقابل دلواپس ها هم دست بردار نیستن و اینجوری از خجالت شیخ فری در میان. خب با اهانتی که آقای رئیس جمهور امروز مجددن به منتقدین خودشون کردن، ما میترسیم انتقاد بکنیم، چون ایشون هر بار به منتقدین یه توهینی میکنن و یه فحشی نثار میکنن. واقعا در حال در سطح ریاست جمهور نیست که به منتقدین اینجوری اهانت بشه.
این جور موقع ها معمولاً بزبز قندی هم وارد میشه و یه لگدی نثار جماعت اعتدالی میکنه. وسط دو تا صندلی میشینن همیشه. که معلوم نشه روی صندلی این روی روی صندلی. طرف بالاخره طرف امامی یا طرف نهضت آزادی و لیبرالایی، طرف امامی یا طرف منافقینی، طرف امامی یا طرف آمریکایی. وسط دو تا صندلی. به ایوریا میگن طرف امامی، به اووریا میگن نه ما چیزیم تجدید نظر طلب. خلاصه این که نظام تو چهارراه بحران ها گیر کرده و از چپ و راست داره میاد براش. حالا قسمت خنده داره داستان اینجاست که تو همین اوضاع قمر در عقرب صدای آی دوست خود این دوستان بلند شده و خودشون خواستار شفافیت هم شدن. ما باید تن بدیم به الزامات شفافیت. قبول دارم من که رد نمی کنم، من که قبول دارم اینو، ولی میخوام بگم که آیا فقط الان امروز که شفافیت وجود نداره ما نیام رسیده کنیم به اموال کسایی که 1000 میلیارد بعضی ما هیچ چی نداشته. اشکال نداره ولی این طرف میگه آقا من در قم مثلا با معلوله مستاجر بودم قبل انقلاب، این مقابله با معلوله. نیاوران خونه 2000 متری داره، خب کجا برده این؟ بله ریش که کنار بره اون وقت معلوم میشه اون پشت مشتا چه خبره. این هم آقازاده امام جمعه ایلامه که اومده در رابطه با ماشین پرادوی پدر شفاف سازی کنه که سوتی رو میده و نفرت مردم از این جماعت رو میکنه. حاجا که با این ماشین نمیره تفریق، حاجا با این ماشین که نمیره بگرده، کار خودش که انجام نمیده. ما اصلا مدل ماشین ما نداشتیم، ما بحث این بود که حاجا وقتی توی جایگاه داره خدمت به همین مردم میکنه، وقتی یه بازدید میره یه مشکلات یه منطقه توی ایلام یه شهری میخواد حل کنه، برای مثلا بشه رفت. ما خیلی زمان خب برف بوده چیز، حالا جاده مشکل داشته، بالاخره مجبور بودیم برسیم به اونجا که حاجا برسه. و اگر اشتباهه، بله اشتباهه، بعد همه جمع بشه. من بحثم این بود که اصلا اینو اصلا گفتن خودرو مال حاج آقاست، ما فقط اومدیم ثابت کنیم که خودمون حاج آقا نیست. ما ریش میزنیم یه بدبختی، ریش میزنیم ریاکاریم، ریش میزنیم فاسدیم، مهمونی میریم فاسدیم، یه مراسمی شرکت میکنیم برای احترام تولد یک از دوستان، میریم عکسو میارن از کی خانم تشکر کرده. البته نسل جوان دست آخوندا رو خوب خوندن و میدونن چه دوزهایی بر سرنوشت این مردم حاکم شدن. به خاطر همین حرفا با همین صحناست که آخوندا اینقدر از نسل جوان میترسن. ببینید معاون اول شیخ بری چجوری علیه جوانهای دهه 60 عقده گشایی میکنه. این متولدین در هر مقطعی به هر موضوعی که ورود پیدا میکنن اونجا مشکل ایجاد میکنن. زمانی به دبستان این متولدین ورود پیدا کردن، دیگه اون موقع همه ما یادمون هست میگفتن تو روزنامه ها مینوشتن مدارس چارشیفته داریم. بعد به دبیرستان ورود پیدا کردن، دبیرستان ها همجور شد. بعد اومدن دانشگاه، یه دفعه تعداد دانشجوهای کشور در هر جایی رسیدیم دانشگاه زدیم. این نتیجه اون جمعیت دهه 60. الان جمعیت دهه 60 به دوره اشتغال ورود پیدا کرد. یک حجم بالایی ما فارغ تحصیل سالانه بیکار داریم. بالاخره باید برای اینا کار درست بکنیم. کار درست نمی کنیم، آسیب‌های اجتماعی به شدت افزایش پیدا میکنه. اندر احوال درام نظام همین بس که مام جواد ظریف هفته گذشته رفت کرواسی، اما حتی راننده سفارت هم نیومد به استقبالش، یعنی اساسی سکه یه پولش کردن. آقای خالوزاده میکی خالوزاده آقای خالوزاده
از این حجت الاسلام مشنگ علت کفن پاره شدن امامشون رو پرسیدم. جوابش رو اینطوری داد. قضاوتش با خودتون. مثل شما در رابطه با تشییع جنازه حضرت امام بودید؟ اونایی که عکسا دیدم، من خودم بودم در تشییع جنازه در بهشت زهرا. جنازه که رسید همه مردم حمله کردن، کفن امام می‌خواستن. پاره پاره کردن. مردم عقل مگه نداشتن؟ همه جا عاقل بودن. اما یه جوری شد که این کفن پاره پاره شد، امام دوباره برداشتن تو هلیکوپتر بردنش، جماران دوباره کفن کرد دوباره آوردن. با چه وضعی دفن کردن امامو؟ میگن کار اشتباهی کردن. عشق یعنی آدم عاشق نمیشه بشه چرا این کارا میکنی؟ مگه که با خودکشی کنه؟ اینم یکی از سربازان برون مرزی عظماست که ماموریتش اینه از انگلیس برای عظما پاچه خاری کنه. ببینید چه دفاعی میکنه از صنایع موشکی آخوندا. سوئیس شکلات تولید میکنه اما بودجه نظامیش با جمعیت 1/5 ایران 3 برابر ایرانه. سوئیس زیر اون چه من شهرهای موشکی دارن که شهر موشکی ایران شوخی مقابلش. من جای شما باشم، جای مردم عادی باشم، تو تهران اگه همش فامیل دارم، اگه همین زمینی دارین که نفروختید، اگه خونه دارین که نفروختید، نگران ایران هستید که به باد نره، نگران این باشید که ایران خود بیشتر خرج کنه در مسائل دفاعی. همه که من از انگلیس میام که سالی 20 روز یادگار جنگ جهانی اول و قهرمانی جنگ جهانی دوم و همش چه میذارم الگوهای نظامی به ایران که میرسه نظامیگری بده. این حاج آقا بروسلی هم در همین راستا مشغول بالا بردن توان دفاعیشه. البته اینا خوب میدونن که توان دفاعی نظام تو این شرایط از این زبون بسته هم کمتره. باز هم دکان دین فروشی و باز هم ساختن امامزاده جدید. 5 ساله این مسیر رو میریم و میایم، هیچ وقت این امامزاده رو ندیدیم. امامزاده رو ببینین دارن میسازن. همین امروز ما دیدیم امامزاده ملک، اونم قبرشه. آقا زوم کن، همین دیروز پیدا شده فکر کنم. آقا جاده حسن آباد به سمت ورامین. در ادامه با تازه ترین محصولات اقتصاد مقاومتی آشنا بشید. این شما و این سایپای فشن جدید ایران خودرو، مدل ورژن جدید 2018، هنوزم زنده است، هنوزم راه میره، هنوزم نفس داره. ماشین که این باشه، شیوه بوکسول کردنش هم این میشه دیگه. لابد احتمالاً در آینده باید شاهد این مواردم باشیم. تیبریش بازم دست گل جدید به آب داد. مصاحبه زنده گذاشت با وزیر ورزش، اما تا به سوال خطرناک رسید سیستم پخش ریپ زد. در مورد حضور بانوان در ورزش‌های مختلف تا حدی هر شده تو استادیوم‌ها. در مورد فوتبال می‌مونین چجوری حل بشه یا چجوری؟ خب از دیگر برنامه‌های آقای اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال خدمتتون بگم که در پایان توجه شما رو به یه پدیده عجیب جلب میکنیم که خودمونم هرچی فکر کردیم به علتش پی نبردیم. شما ببینید میتونید بفهمید علتش چیه؟